بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که برای آشنایی با دو تفسیر سنگ راهنما و فرهنگ قرآن از مقدمه شیوا و زیبایی که به قلم مفسر عالی قدر آیت الله هاشمی رفسنجانی مرقوم شده برای عزیزان متن رو قرائت بکنم. با وجود این در اختیار نداشتن قرآن نمیتوانست مانعی برای تصمیم من در آغاز این راه مبارک محسوب شود. از حافظه ام یاری جستم، زیرا آن روزها هنوز بیشتر آیات قرآن را با لفظ و ترتیب در حافظه داشتم. دقت کنید، با لفظ و ترتیب در حافظه داشتم. توفیق الهی مدد کرد و به نتایج خوبی رسیدم. با اینکه وسیله یادداشت نداشتم، ولی صفحات ذهنم انبوهی از مطالب و مضامین قرآن را در خود ثبت کرد و نظم داد. طرح کلی کار هماهنگ با اهداف مورد نظر کاملا در ذهنم جای گرفت. حدود یک ماه در کمیته کار به همون صورت انجام شد، بی اون که یک سطر نوشته و یادداشتی داشته باشم. دوران بازجویی به انتها رسید و بالاخره از کمیته به زندان اوین منتقل شدم. جمعی از بهترین دوستان و همرزمانم در بند شماره یک اوین جمع بودن. این جمع وزین و قابل توجهی بود. دوران بازجویی ها گذشته بود و التهاب و نگرانی نداشتم. مقداری کتاب و وسائل نوشتن در اختیارمان قرار داشت و در ملاقات ها نیز می توانستم برخی از نوشت افزارها را از بیرون تهیه کنیم. فضای زیست زندان جمعی در مقایسه با زندان انفرادی برای کار و تحقیق و تفکر مناسب تر بود. خلاصه زمینه از هر جهت برای تحقق بخشیدن به آن چه در قرآن می جستم فراهم گشت. نعمت و حجت خداوند بر من تمام بود و من هم متقابلا بهترین نتایج تحقیقی را از این فرصتها گرفتم و عمدتا وقت خود را برای این کار وقف کردم. اکنون نمیتوانم برای خوانندگان ترسیم کنم که از توفیق به دست آمده تا چه اندازه خوشحال و شاکر بودم. در آن زندان با ناگواری‌هایش به خاطر انس، الفت و پیوندی که با قرآن پیدا کرده بودم و شور و نشاطی که در خود احساس می کردم، روزی چند بار مضمون عین الملوک و ابناء الملوک را بر قلب یا زبان می گذراندم. در مراحل نخستین کار کتاب‌های تفسیری در اختیار نداشتم، ولی پس از مدتی به تفسیر نیز دست یافتم. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.